خدا محرم امام رضا میگه داشتم تو صحنه‌ها قدم میزدم و مسئولیتمو انجام میدادم که دیدم بی سیمم صدا میکنه. برید سمت صحنه انقلاب، انگار پشت پنجره فولاد خبریه. گفت خودم رسوندم به صحنه انقلاب، دیدم ازدحام جمعیت لحظه به لحظه داره مردم زیادتر میشن و سلام و صلوات. با چند تا دیگه از خدام مردم رو شکافتیم جلو رفتیم، دیدم یه مرد شهرستانی بچه 3-4 ساله تو بغلش داره گریه میکنه. مرد گریه میکنه، بچه گریه میکنه، لباس بچه رو دیگه پاره کردن. رسیدم بهش گفتم چه خبر حاجی، چی شده؟ گفت بچم نابینا بود، کور مادرزاد، داره میبینه. میگه اینجا حرم امام رضاست. چقدر حرم امام رضا قشنگه. گفتم حاجی فقط سری، خیلی جمعیت زیاد شده، کارمون سخت میشه. برگشت سمت گنبد، دیدم داره به امام رضا یه چیزایی میگه. صورتش غرق اشک شد. برگشت، لحجه داشت، متوجه نشدم. گفتم بیا بریم حاجی، چی میگه به امام رضا؟ گفت حاجی بچه‌هام دوقلوئن، جفتشون نابینا. ما 2-3 روز اومدیم مشهد، امروز بزنم. گفتم صبح اینو میبرم، بعد از ظهر اونو میبرم. من الان با چه روی برگردم مسافرخونه؟ به اون بچم چی بگم؟ بگم امام رضا تو رو دوست نداشت. رسیدیم خلاصه تو دفتر، کاراش انجام دادیم، کارای اداری. یه ماشین دادم با یکی دیگه از خدام، گفتن مشایعتش کنید ببریدش محل اسکانش. گفتم آقا بلدی جادو؟ گفت آره، کارت مسافرخونه تو جیبم. پیچیدیم تو فرعی، دیدم تو کوچه ازدحام جمعیت، خودشو از ماشین انداخت پایین. خادم میگه منم دنبالش دویدم، از مردم پرسیدم چه خبره اینجا؟ گفتن نمیدونیم، میگن امام رضا یه بچه 4 ساله نابینا رو توی مسافرخونه شفا داده. همشو گفتم که بگم یا امام رضا ما همه با هم اومدیم، میوهم که میخوای بخری میگن درهمه، سوا نکن. آقا بهم بر میخوره به خدا، میگم حتما منو دوست نداشتی.